سلام و درود بینندگان گرامی، امروز 15 سپتامبر سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروز یعید. این خبرهای مهمی تاجیکستان را پیگیری خواهیم کرد، با ما بمانید. پیشوا از پیشوا قدردانی کرد. مقامات بازداشت نویسنده شناخته عبدالقادر رستم را تصدیق کرد. صدر جبارف در شام دوستی امال رحمان شرکت نکرد. پرزیدنت های آسیای مرکزی با تقدیم مکافات نشان فخری به سابق پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف از او قدردانی کردند. بردی محمدوف حالا همچون پیشوای خلق ترکمن خوانده می شود و هم رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان را بر عهده دارد. به تحلیل کارشناسان این به آن معناست که او تا حال کشورش را خودش اداره می کند. مرکزی مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان با نشر این خبر داد که 14 سپتامبر سال جاری در حاشیه نشست پنجمی مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه در قصر ملت امام‌علی رحمان با قربانگولی بردی محمدوف این مکافات عالی سران دولت‌های آسیای مرکزی را سپارید. در خبر گفته می‌شود که قدردانی رهبران کشورهای آسیای مرکزی از قربانگولی بردی محمدوف به دلیل سهم برجسته او در تحکیم مناسبت‌های دوستی و همسایگی نیک بین دولت‌های منطقه بوده است. همچنین در خبر تاکید می‌شود که سابق رئیس جمهوری ترکمنستان در تأمین همکاری متقابله سودمند دولت‌های منطقه در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری پیشبرد منفعت‌ها و تشبث‌های مشترک مملکت‌های منطقه در عرصه جهانی سهم بزرگی داشته است. برخی کارشناسان بر این نظرند که قدردانی امام‌علی رحمان از قربانگولی بردی محمدوف اولا میتواند نشان پاسخ قدردانی بردی محمدوف از رحمانوف است که چند پیش در ترکمنستان قدردانی شده بود، و ثانیان او شاید میخواهد با دیگران بفهماند که پس از رفتنش فراموشش نکنند و قدری او را نیز بدانند. دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت نویسنده، محقق و مسئول شعبه کادرهای بیمارستان ابن سینا عبدالقادر رستم را تصدیق کرد. در این باره دادستانی کلی کشور در پاسخ به درخواست خطی از یپلوس خبر داده است. این نویسنده شناخته بر اساس ماده 189 قسم 2 بند گ کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی از جانب مقامات روز 31 آگوست سال جاری به حبس گرفته شده است. اما دادستانی با اشاره به ماده 177 کدکس مرافعوی جنایی کشور و ماده 6 بند ژ قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است. اینچنین این نهاد تاکید کرده است که طبق طلبات ماده 15 کدکس مرافعوی جنایی، هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا نکردن حکم دادگاه در صادر کردن جنایت گناهگار دانسته نمی شود. عبدالقادر رستم 65 سال داشته، در گذشته در نشریات عرفان کار کرده است و یک مدت روزنامه‌نگاری هم کرده است. او مؤلف چند رمان و آماده کننده دیوان رودکی می باشد و در ویرایش و تصحیح متن کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده کار کرده است. کتاب حوادث روزگار من ماه مارس امسال رونمایی شد و در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را به بار آورد. مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده اول ماه آگوست سال جاری با فرمان دادستان کل یوسف رحمان بازداشت شد و دیرتر مقامات اعلان کردند که او بر پایه بند 189 کدکس جنایی تاجیکستان با آن گمان بر می‌شود که گویا با گروه از افراد با مسئولیت پیشکی به برانگیختن کینه و عداوت ملی، دینی و محلگرایی دست زده است. پس از بازداشت خالق‌زاده، خبری بازداشت مالک نشریات ایرگراف که کتاب حوادث روزگار من در اینجا چاپ شده است رسانه‌ای شده بود، اما مقامات تا حال در این باره چیزی نگفتند. تحلیلگران سبب بازداشت عبدالقادر رستم را نیز به این کتاب ربط می‌دهند. حالا مقامات بعضی از نمایندگان حزب حاکم و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را به پای خیزاندند و آنها ضد مؤلف و این کتاب انتقادهای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کنند. پرزیدنت تاجیکستان برای خوش کردن تابع همتایانش از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در شهر دوشنبه برنامه شام دوستی برگزار کرد.
برنامه شومی دوستی در حوشه واخوری پنجمی مشورتی سرانی دولت های آسیای مرکزی شومی 14 سپتامبر سال 2023 در کاخ بربد شهر دوشنبه با اجرای کنسرت مشترک کشورها برگزار گردید. اما در این برنامه پرزیدنت قرقیزستان که یکی از مهمانان این نشست بود شرکت نکرد. پیش از این اطلاع داده شده بود که صادق جباروف به خاطر اشتراک در واخوری پنجمی مشورتی سرانی دولت های آسیای مرکزی به تاجیکستان رفته است. پرزیدنت قرقیزستان در حاشیه این نشست منطقوی با پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در علاهیدگی نیز ملاقات کرده بود. طوری در عکس و نوارهای نشر شده دیده می شود پرزیدنت قرقیزستان در دیگر چارابینی های ایلاوگی که با خرج ده ها میلیون سامانی تهیه و سازماندهی گردیده بود، از جمله شومی دوستی، بازدید از دهکده در بستانسرای حکومتی و نمایشگاه مالی استحصال کنندگان دولت های آسیای مرکزی که با خرج ده ها میلیون سامانی آماده شده بودند شرکت نکرد. مقام تاجیکستان هم به صورت رسمی تا زمان نشر این مطلب در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. گفته می شود از زمانی که صادق جباروف در قرقیزستان سر قدرت آمده است، بحث‌های مرزی این کشور با همسایه‌هایش با مثل تاجیکستان و ازبکستان بارها به خشونت کشیده شدند و در نزاع‌های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان صدها نفر کشته و زخمی شده، هزارها نفر دیگر از ساکنان ملکی آسیب دیدند. و گفته برخی کارشناسان یکی از سببهای شرکت نکردن صادق جباروف در این برنامه های حاشیوی نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان با موافقه نرسیدن جانبها در برخی مسائل مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان میتواند باشد و اگر این فرضیه درست براید احتمال دارد وضعیت در مرز بین دو کشورها بار دیگر نارام خواهد شد. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز میتونید شرح فصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دوتیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دوتیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.